فردین، فردین عیاری است که از یادگار دوران تختی است که به سینما آمد، برای همینی که راه نوین ایران گشود در تاریخ سینمای ما، راه عیاران و جوان مردان. این دوباره باید سیزن داشت که داری فردین برمان تو برم خیلی خیلی متشکرم. تو هم نستنه تمام عمرت و فعالیت و سرمت و همه رو تو کار سینما و تاعت گذاشتی، میدونم که چقدر دلت میسوزه واقعا در این ماجرایی که اتفاق افتاده، ولی خب چاره چیه دیگه، همه یکی پس از دیگری آمدن و رفتن و بعد بعد هر کسی یه نوبتی داره یه فرصتی داره. ولی در صورت من هم تو که گفتی آرزو دارم که یه هم درقل اگه شده برای آخرین بار یا یک بار از شده باز یک کاری بکنم، یک خدمتی انجام بدیم، یا در صورت زرم خودمون که چه نوزه چه در اما کارهایی کردیم در این آخر عمری هم بدونیم باز هم کچکر هم که خدمتی انجام بدیم، امیدوارم که خدا کمک بکنه و این کار انجام بشه. میدونم که واقعا بودی هنر دوستان به خصوص کسانی که فردین دوست دارن راست میگی، همشون دلشون میخواد که این کار انجام بشه، منم واقعا دلم میخواد منطقه یه نیروی خدا من بده، قدرتی بده، شانسی بده، مجددا افتخاری داشته باشیم که حالا یا رو صحنه تئاتر یا بر پرده سینما در خدمت مردم باشیم. انشالله حتما، یعنی همیشه اراده خداوند و اراده مردم پیوند یافته و همونطور که استادم الان اصلا کلن یک فیلم نامه و یک نمایش نامه آماده است که برای فردین که بتونه دوباره بیاد روی صحنه. همونطور که از کار من اینو به زنده یاد علی حاتمی که گفتم، خود اونم گفت یک هزار یه برنامه دارم من برای این ایارمون، بر همین اساسی که یکی از این نمایش نامه اصلا در که نوشته شده به یاد فردین و به نام عمو ایار بابا شرم نیروز و جوان مرد میدونهای کشتی ایران که افتخارات بزرگی رو کسب کرده، خصوصا که علی حسنی نتونست تختیش رو تموم بکنه، ما بتونیم اینو ادامه بدیم به گونه‌های دیگه و دوباره مردم فردین رو ببینن.